خدار شکر و این پرستش عالی من حس واقعی مو بگم که خیلی بیشتر از این که مشتاق هستم خوش آمدگویی بگم سلام و حال و احوال پرسی بگم مخصم به عزیزان همراهان همیشگی ما طریق رسانه ها و همینطور بیشتر از این که دلم میخواد عرض تبریکات این سال نوع، این نوروز زیبا رو خدمتون بگم بیشتر از تمام اینا اشتیاق دارم که بگم چقدر دلتنگتون بودم چقدر دلتنگتون بودم برخورداری از عطیه فیض خدا که خیلی موقع ها برای ما عادی میشه یکی از بزرگترینش بودن با قوم خداست با عروس زیبای مسیح با خانواده الهیه و محروم شدن از این عطیه است که تازه میفهمی چه عشقی در درونت نسبت به این قوم خاص خدا این کلیسای زیبای خداوند ما عیسی مسیح چقدر زیبا داوود میگه تو را گفتم یهوه یه تو هستی خدای من و تو چیز نیکوی در من نیست تو هستی سرور من تو هستی حاکم بر تمامی زندگی من وقتی عطیه فیض تو تو زندگی من نیست وقتی تو در صحنه های زندگی من به خاطر افتخیص ها تجربه ها حس نمی کنم انگار هیچ چیز نیکویی در من نیست وقتی تو در صحنه های زندگی من نیستی انگار همه چیز ارزش خودش از دست میده اما و اما مقدسینی که در زمینن این والا این فاضلان این سرسپردگان تمامی خوشی دل من در ایشان است چقدر قوم خدا رو دوست دارین عزیزان چقدر دوست دارین که با قوم خدا باشین چقدر دوست دارین با کسای مراوده داشته باشین که بزرگترین گنج زندگیشون عیسی و کلیسای محبوبشه باشه که این سرسپردگان این والامقامان بزرگترین شادی دل ما باشه و این بزرگترین عطیه فیض خدا رو از آن بدونی که در تجربه بیفتیم هر لحظه بیشتر و عمیقتر قدرش رو بدونیم و درک کنیم هنوز در ایام نوروز هستیم نیست هفته اول نوروزه وقتی به این ایام نگاه میکنیم به این تغییرات خیلی عمیق و شگرفی که در طبیعت داره رخ میده به وجود میاد نگاه میکنیم میبینیم مثلا خیلی خوب میبینیم که چطور سرما داره به گرما تبدیل میشه چطور تاریکی داره به نور مبدل میشه چطور هر چیزی که بی‌ثمره عمیقه هیچ چیزی توش نیست انگار داره که کم, کم بارور میشه داره شروع به سمردهی میکنه نیست مخصوصاً بیدار شدن این سمورهای زیبا از اون خواب زمستونی چقدر حیات و زندگی رو به ما منتقل میکنن و همینطور خیلی مهیج خیلی زیباست وقتی این درختان پیر رو نگاه میکنی تنه های پیر فرسوده سخت خشن میبینی این جوانه هایی که چقدر ظریفه چقدر لطیفه چقدر نحیفه عزیزان چطور جد و جهت میکنه چطور داره تلاش میکنه چطور ممارست میکنه که از لای این پوسته سخت بیرون بیاد و دوباره زیستن رو اعلام کنه تمام این نمایش های مهیج خلقت طبیعت زیبای خدا داره یک آهنگ خوشتنین و مثل یک سمفونی زیبا به گوش جانهای ما میرسونه خدایی که خدای کمال زیبایی هاست چقدر دلبستگی به تازه شدن داره چقدر دلبستگی به نو شدن داره عزیزان خدایی که آفریدگار آفرینش های دوباره خلقت خودشه نه فقط میخواد ما هر روز با چشمای جانمون نظارهگر این همه زیبایی و تازگی باشیم بلکه این خدا مشتاق و علاقمند ما رو وارد این تازگی ها بکنه ما رو وارد این نوشدن بکنه یکی از عالیترین ترین سروده های سلیمان که در وصف بهار تقریبا ده قرن قبل از میلاد مسیح سروده شده خیلی واضح داره به این اشاره میکنه تو غزل غزل ها باب دعای ده خطاب به کلیسای عزیزش قوم خودش عروس محبوب خودش یه ای محبوبه من محبوب من مرا خطاب کرد و گفت ای محبوبه ای من و ای زیبایی من برخیز و بیا زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده و رفته است گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الهان رسیده و آواز فاخته در ولایت ما شنیده می شود درخت انجیر میوه خود را میرساند و موها گل آورده رایحه خوش میدهد ای محبوبه من ای زیبایی من برخیز و بیا این سرود زیبا در وصف بهار نوشته شده و دوباره اشتیاق سوزان خدا رو میبینیم که چطور داره قوم خودش رو دعوت به اون اتحاد و یگانگی با خودش میکنه که در این اتحاد قومش وارد تازگی بکنه وارد یه حیات تازه بکنه چون اون آفریدگار آفرینش دوباره است میگه زمستان تمام شد شبهای طولانی زمستان تمام شد اون بیماری ها های روحانی بی ها تمام اون چیزهایی که تو رو بسته بود که با پوست و گوشت و استخونت حیات رو تجربه نکنی میگه تمام شد فصل باران تموم شد باران در نفس خودش برکته رحمته ولی اینجا این بارانی رو که اشاره میکنه بارانی که توعم با تگرگه بارانهای مخرب بارانی که حسادها رو تخریب میکنه بارانهایی که دسترنج انسان رو به فنا میده فصل بارانهای مخرب تمام شد و پیام خیلی زیبایی میتونه برای تو داشته باشه شاید تو سالی داشتی که و شاید سالهایی پر از بیماری، سختی، دعاهایی کردی که انتظاراتی داشتی از آسمان که دائما برای تو سکوت بوده، اختلاف، تنش ولی خدا میگه همیشه صلیب نیست عزیزان همیشه تجربه نیست خدا میاد و در این سختی ها مفری باز میکنه و با کلامش به میان میاد میخواد کمکت کنه که در همون سختی ها در همون زمستون ها اون جاده های فراخ اون دشت های پر میوه و حاصل خیزو ببینی میتونی ببینی؟ مسئله باز هم سر دیدنه نیست خدا مشتاقه که ما ببینیم خدا مشتاقه که با چشمای یافته ببینیم از متاسفانه خیلی موقع اینقدر تجربیات پشت تجربیات بی وخوه، تجربیات منفی به وجود میاد یه موقع اینقدر در زمستان طولانی و بی گیر میکنیم. که نمیتونیم رویا <تصفح> مثل خدا ببینیم رویای خدا رو ببینیم تازه به جاش تصورات منفی توی ذهن ما میاد نیست ترس نگرانی تصورات شرگونه گاهن مثل یک خرچنگی به ذهنهای ما میچسبه ما میخوایم که ببینیم میخوایم کلام خدا رو ایمان بیاریم و باور کنیم ولی انگار نمیبینیم انگار نمیتونیم این تصورات منفیگونه یک جوری ما رو پر از ناامنی و ترس میکنه مخصوصا در تقاطه ناامن زندگی گفته شده هر چند وقت یه بار کشتی هایی که در دریا حرکت میکنن میبینن حرکتش کند شده و این کشتیبانان میفهمن که طی این کشتی خرچنک چسبیده از حرکت این کشتی بازداشته شده برای همین حوزشه هایی هست به نام حوزشه های تعمیر کشتی ها رو تو اون حوزشه ها میارن با یه آلت های تیز تمام این خرچنگ ها رو از ته این قایق ها کشتی ها پاک میکنن که دوباره این کشتی روی آب آرام سریع به بندر مراد برسه از اون باشه که امروز کلام خداوند که مثل شمشیر تیز و برنده است هر چیزهای منفی که به ذهن ما چسبیده و شرطی شده در ذهن ما حتی از ایام کودکی اینا مونده خداوند با کلام مختدرش تمام اینا رو از زوایای ذهن و زمیر ناخداگاه ما بتراشه کنده بشه آمین تا مثل ارمیا عزیزان که در طولانی ترین زمستان های زندگیش بود پر از سرما بود روی درختان هیچ شکوفه‌ای نبود هیچ رایه ای خوشی نبود هیچ فاخته‌ای، آواز خوش نمیخوند ولی ارمیا در همون موقع روی اون شاخه های خوش بادام, بادام ها و شکوفه های بادام رو دید آمین باشه که مثل نوح در طولانی ترین فصل های آفتاب های داغ که رطوبت انسان رو تر و تازگی انسان رو به خشکی تابستان مبدل میکنه ولی وعده خدا رو دریافت کرده بود نه فقط باران بهاری رو باور داشت که روزی به بارش میاد بلکه این باران رو ابلاغ میکرد آمین باشه که مثل ابراهیم که در خودش هیچ حیاتی نمیدید در سارا هیچ حیاتی نمیدید عقیم و نابارور در ناامیدی مطلق ولی به در ناامیدی کلام خدا میگه به امید ایمان آورد آمین میخوای امروز به چشمای خودت یه خبر خوش بدی میخوای به چشمای خودت که یکی از اعضای حیاتی بدن توه که میگه اگه چشم تو سالم باشه تمامی بدن تو سالمه یه خبر خوش بدی بگی بگوی چشمای من یه خبر خوش برای تو دارم بگوی چشمای من بگو بذار گوشهای تو بشنوه یه خبر خوش برای تو دارم من نمیشنوم <applause> به زخمای مسیح تو شفا یافتی <applause> آمین آمین تا بتونی مثل ارمیا حتی اگه در زمستان بهار رو ببینی مثل نوح ببینی رویای خدا رو مثل ابراهیم در امید بارور بشی آمین و آیه سیزده آن خیلی با پوست و گوشت و استخون ماها میتونه صحبت کنه خیلی از ماها از توش عبور کردیم عاشق آیه سیزده هم عظمتی که در این آیه است درخت انجیر میوه خود را میرساند درخت انجیر میوه خود را میرساند عزیزان درخت انجیر یه میوه کاملا زمستانیه و شاخ و برگ اون در سرماست با اینکه یخبندان رو داره تجربه میکنه سرما رو داره تجربه میکنه ولی زرد و خشک نشده کلام خدا میگه همچنان سبز زیر اون یخبندان ها از سرما گذشته و داره میوه خود را به هم میرسانه گوشی هست که بشنوه داره روح خدا چی میگه عزیزان مثل زندگی خیلی از من و توه زندگی های من و توه عزیزان که در خشنترین زمستان ها باران های مخرب یه موقع عبور میکنیم ولی هنوز میبینیم زنده ایم هنوز میبینیم تلف نشدیم یکی از این زمستان مخرب بیماری‌های مزمن جسمانی عزیزان که خشنترین آموزگار روزگاره که با سنگدلی داره به ما میآموزه که در هیچ مکتبی نمیتونی یاد بگیری مقاومت هیچ فایده ای نداره و تو در این مسیر دیگه فکر میکنی که تموم شدی دیگه مثل کندهای پوسیده هستی که دیگه بار نمیدی چقدر مرگ و نیستی رو تجربه میکنی بارانهای مخرب و که هیچ کاری نمیتونی براش بکنی ولی وقتی عبور میکنی میبینی هنوز زنده ای تلف نشدی از زان مرگ های مکرر تو پوچ نبوده هنوز روی درخت زندگی تو میوه یافت میشه آمی تو کمی زیادتر شدی یه کمی بزرگتر شدی چقدر عجیبه عزیزان چقدر عجیبه که شکافتن روح و روان ما در اون خاکهای سرد زمستونی به شکافتن، به شکفتن ما منجر و خط میشه. نیست؟ دانه گندم تا در اون خاک زمین نمیره، شکافته نمیشه، شکفته نمیشه. شکافتن ما در اون خاکهای سرد زمسونی باعث شکفتن ما میشه. آیا این خبر خوشی نیست؟ چرا عزیزان چرا چون خداوند با قوت قیام قیام یافته خودش وارد زندگی ما میشه با قوتی که بر هر موتی غلبه میابه بر هر زمستونی غلبه میابه و داره در همون زمستونها در همون یخبندونها زیر همون آبهای متلاتمی که تو گیر کردی داره در من و تو کار میکنه تا روزی مثل پولوس بیستی مثل پولاس بیستی با شادی و با پیروزی بگی خدا اجازه داد خدا اجازه داد که بی و فوق از طاقتم در تجربه بیام از زمستونهای سخت عبور کنم به طور که از جان خودم معیوس بشم و حتی فتوای موت رو برای خودم بنویسم بدم این فتوا رو تا خدایی رو تجربه کنم که رستاخیز پیدا کرد تا خدایی رو که تجربه کنم که متخصص مردگانیه که رستاخیز بده تا هرگز دیگه بر خودم توکل نکنم و تمامی امیدم رو برای خدا بذارم از اون چون این خدا خدای ماست و تا به موت وفاداره او به سراغ ما میاد با وعده های خودش با اون تسلی ها و دلگرمی های خودش به سراغ ما میاد تا ما رو وارد تازگی ها کنه در همون سختی ها برخیز و بیا برخیز و بیا ای زیبایی من زیرا زمستان گذشته و فصل بارانهای مخرب تمام شده برخیز و بیا یه زمان عزیزان انقدر ما سنگین میشیم مثل اون بالونی که دلش میخواد بره میخواد بره بالا میخواد بره به خدا برسه میخواد اون رو ملاقات کنه اگه شما اینجا هستی اگه داری میشنوی میدونم بزرگترین آرزویه یک سرسپرده خدا یک فرزند خدا اینه که به خدا برسه ولی ش... کیسه های شنی خاطرات آسیب دیده که از گذشته هنوز مونده ترسا ناامنی ها از نبخشیدن ها بزرگترینش نبخشیدن های خودمونه چرا این کار کردم چند سال پیش تو کاری رو کردی که تو اون لحظه آگاه بودی و کار دیگه ای نمیتونستی بکنی این احساس تقصیر این احساس هایی که این بالون رو پر کیسه های شنی میکنه ما رو همونجا نگه میداره و خدا امروز میخواد دونه دونه این کیسه های شنی رو قطع کنه آماده هستی عزیزان و پر از یه گازی میدن به این بالون گاز هلیوم نیست اگه اشتباه بکنم روح القدس عزیزان وقتی خالی میشی از این کیسه های شنی و پر میشی از این گاز هلیوم روح القدس اون موقع جون میگیری که به پرواز در بیای آمین در نام عیسی مسیح خداوند در این لحظه قبل از اینکه ادامه بدیم دعا میکنیم که تک تک ما خالی بشیم خالی بشیم عزیزان و چشما ایمانمون ببینیم بالون وجودمون و این کیسه های شنی که آویزونشه خداوند به ما تخیل داده نیست از نوع خودش از نوع خودش وقتی صبح پیدایش شد در اون توهی بودن خالی بودن تاریکی که سرمایه مطلق گفت نور بشه روشنایی بشه اون زمین مقدس و زیر آبهای پرتلاتون دید میدونست که توش دانه است گفت میوه به هم برسانه میوه موافق ذات خودش از گاه خدا اجازه میده ما از موتا خاک سپاری ها عبور کنیم چون دانه ها رو میبینه در وجود ما و خدا میخواد این کسه های شنی رو رها کنیم تا این سال جدید زمین دل های ما میوه به هم برسانه مثل اون درخت انجیر آمین در نام ایسای مسیح خداوند هر کسی شنی حسرت تلخی نفرت هر فکری که مثل خرچنگونه به ذهنهای ما چسبیده ما رو سنگین کرده از هر اندیشه هر عدم مهربانی که با فکر خدا مهربانی خدا هماهنگ نیست در نام عیسی مسیح خودمون رو تخلیه میکنیم خودمون رو خالی میکنیم در نام عیسی مسیح کیسه های شنی خشم نپذیرفتن اعلام میکنم که تک تک ما برای این سموم خلق نشدیم بلکه برای افکار خدا خلق شدیم ما برای احساس تقصیر و گناه خلق نشدیم تمام شد آمین, آمین. کلیسا جاییه که کیسه های شنی باید فرو بریزه کلیسا جایی که اگه با کیسه های شنی و پر میان باید قوت کلام خدا و دعا در نام ایسا شما رو خالی کنه تا پر بشین از پری خدا از حیات خدا از بهاری که خدا میخواد به جانهای ما به وسیله روح القدس بدمه آمین یک نفس عمیق بکش یک نفس عمیق بکش ببین که این بالون زندگی تو خالی شده از اون کیسه های شنی نفس عمیق بکش روح القدس رو دریافت کن پوری خدا رو دریافت کن تا سبوک بال به جلو بری آمین با خودت صبور باش تو این هفته ادامه بده و عزیزان کسایی که عیسی مسیح خداوند رو هنوز در قلبتون نپذیرفتین امروز خداوند برای تو هم یه دعوت داره یه دعوت بلند عیسی مسیح فقط نمیخواد کلیسای عزیزش وارد یه حیات تازه بشه عیسی مسیح خداوند نمیخواد فقط جهان آفرینششو پر از تازگی و حیات بکنه از این پروژه نجات در فکر خدا تمامی خلقت خدا رو در بر داره مخصوصا تویی که هنوز به عیسی مسیح خداوند ایمان نداری خداوند میخواد تو رو هم از زمستان های مذهب عبور بده از باران های مخرب سردرگمی که کدوم درسته چی میگه بی در دنیا در دنیای مذاهب خدا میخواد از این مسیر تو رو عبور بده خدا میخواد از انسان گم شده دوباره به آغوش پدر برگرده من فکر میکنم انسانی که بیگانه است با خدا از سختترین زمستون رو داره تجربه میکنه و شاید عادی شده براش و خدا میخواد تو رو به بهار نجات بخش خودش دعوت کنه چون انسان از این سخت نیاز به یک خلقت تازه داره و هیچ چیزی جز عیسای مسیح مرگ و قیام او نمیتونه تو رو وارد این خلقت تازه بکنه کلام خدا میگه در دوم قرنتیان پنج چیفت. اگر کسی در مسیح باشد چیز خلقتی تازه است چیزهای کهنه درگذشت اینک خدا میخواد همه چیز رو عزیزان نه فقط آفرینش نیکوی خودشو نه فقط کلیسای خودشو نه فقط کائنات خودشو بلکه تویی که از مسیح دور هستی به سوسن وادیها ها به جای خار و خس لعنت مذهب امروز ملبس بشی و این کار از سوی خدا میاد که به وسیله پسرش تو رو میخواد ای عزیز من با خودش در صلح و آشتی قرار بده خدا جهان رو نیکو آفرید خدا وقتی جهان رو آفرید ایمان دارم انگار همه چیز پر از بهار بود این عبارت بعد از هر مراحل آفرینش تا صبح پیدایش به گوش میرسه خدا دید که نیکوست خدا که دید که نیکوست خدا دید که عالیه اما روزی این آفرینش نیکوی خدا بر اثر گناه انسان به فساد و تباهی کشیده شد عزیزان اما اشعیا بارها و بارها این سرور انبیا داره پیام میده نبوت میکنه که خداوند میخواد یک عصر تازه به وجود بیاره این عصر تازه با اومدن عیسی مسیح شروع شده خداوند میخواد یه مست تازه یک روح تازه یک اسمی تازه به توی که هنوز از مسیح دوری نزدیکت کنه و بده عزیزان در دوم قرنتیان باب پنج اگه اشتباه نکنم چه اول چلو سه ایه چلو سه میگه چیزهای اولین رو 17-18 به یاد نیاورد در امور قدیم تفکر نکن اینک من چیز نوی به وجود میارم همین الان میتونه به ظهور برسه عزیز من باور میکنی امروز روز نجاته امروز روز مقبول خداست و خدا میخواد که تو امروز بهار رو در جانت تجربه کنی وقتی که خدا اون خلقت نخست رو به وجود آورد انسان رو به وجود آورد تاج آفرینش نقطه اوج خلقت خدا اما در اون آفرینشی که در عیسی مسیح ای خواهر برادر عزیز من ای کسی که داری گوش میدی خدا یک انسان نوین و تازه رو خلق کرد آمین؟, آمین و امروز خدا میخواد تو اینو تجربه کنی تو امروز نیاز داری تو امروز نیاز داری که با خدا همکاری کنی تا وارد این تازگی بشی چون کلام خدا میگه امروز روز نجاته امروز روز مقبوله امروز روزیه که خدا میخواد تو رو از اون چیزهایی که از گذشته است و مذهب آزاد کنه امروز ما گرفتار خیلی مشکلات هستیم از جنگ ترور نمیدونم بحران محیط زیست سلاحهای هسته‌ای فروپاشی های خانوادگی بیماری های مهلک ولی خطرناکترین از مشکل انسان انسان رو که به سوی نابودی میبره مشکل بیگانگی با خداست زیر غضب خدا قرار بودنه و خدا خودش این مشکل رو حل کرده عزیزان خدا خودش وارد صحنه شده به وسیله پسرش و امروز میخواد تو با او وارد یک آشتی بشی وارد صلح و مصالحه بشی چون اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است سرماهای کهنه گذشته زمستانهای مذهب گذشته بارانهای مخرب سردرگمی گذشته و هر کس که این پیام رو امروز میشنوه و به این پیام پاسخ میده و خون مسیح رو به عنوان کفارهی گناهاش میپذیره بین او و خدا این زمستان بیگانگی عزیز جان برداشته میشه باور میکنی خودت باید بچشی نه فقط برداشته میشه بلکه تو فرزند عزیز خدا میشی وارد یک رابطه پدر و فرزندی میشی یوحنا اینو خیلی زیبا میگه اما به کسانی که او رو قبول کردن این قدرت رو داد که فرزندان خدا بشن یعنی هر که, که به اون ایمان آورد نه از خواهش جسم نه از یک مرد و زن بلکه از خدا متولد خواهد شد دوم قرنتیان باب به آیه دو میگه امروز زمان لطف خداست عزیزان امروز روز نجاته در روز نجات تو رو مدد نمودم اکنون زمان لطف خداست امروز روز نجاته همینطور که گفتم تو عزیزی که این پیام و شنیدی نیاز داری احتیاج داری که با خدا همکاری کنی فقط این همکاری اینه که بگی خدایا به گناههای خودم اعتراف میکنم اعتراف میکنم که بدون تو هیچ نیکویی در من نیست من ایمان دارم به مرگ تو روی صلیب که به خاطر های من جان خود تو دادی و به قیام تو ایمان دارم که من وارد عدالت تو میکنه خداوند تو خداوند نجات دهنده ای من هستی و میخوام امروز خودم رو به تو بسپارم تا از روح تو پرشم و باقی ایام عمرم از جلال به جلال از شناخ به شناخ به شباهت پسر یگانه تو در بیام آمین که امروز عزیزان این سرور سلامتی رو در قلبهای خودتون پذیرفته باشین و طعم پربه های آزادی و نجات رو که بهار حقیقیه در عیسی مسیح شما عزیزانی که امروز به گناه های خودتون اعتراف کرد به همین سادگی عزیزان خدای میپذیرم کار فدیه ای تو رو در روی صلیب و ایمان میارم امروز باشه که نجات شامل حال تک تکتون بشه و همجور کلیسای عزیز خداوند وارد یک تازگی و شادی تازه بشه آمین خداوند شما رو فیض ببخشه و نام شاید.